بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. امسال تصمیم گرفتیم اگر خدای متعال توفیق بده درباره دعای وداع صحبت بکنیم. حالا را اول ما هست، ولی آماده شدن برای وداع و قدر شناسی این ما، این بحث ها بیفایده نیست. به هر حال یه دعای بسیار شریف نسبتاً مفصل است که امام سجاد صلوات الله علیه به این مناسبت انشاء فرمودن. ابتدا که آدم نگاه میکنه شاید به نظرش بیاد که مطالب مختلف پراکنده است و چندان ارتباط مضمونی با هم نداره، ولی با دقت روشن میشه که این مضامین هم با رعایت نکته های دقیقی تنظیم شده. نکته هایی که با توجه به نعمت ماه مبارک رمضان و وظیفه‌ای که ما در مقابلش داریم و هنگام از دست رفتن و وداع کردنش باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. محور اصلی این دعا توجه به نعمت‌ها و فیوضات الهی است. البته ما موقعی که توجه به خدا پیدا می‌کنیم در مقام عبادت، در مقام دعا و ارتباط با خدا برمی‌آییم، با یک سلسله مفاهیم و توجه به بعضی از صفات و الهی به خدا توجه می‌کنیم. غالبا عموم ما خدا را به عنوان آفریننده عالم در نظر می‌گیرند، بعد به دنبالش بعضی صفات دیگر الهی که مناسبت داره با مقام عبادت و دعا، در هر دعایی متناسب با اون موقعیت، با اون مضمون، با اون وقت، با اون جا، زمان، به بعضی از صفات الهی توجه میشه که مقدمه ایست برای این که لیاقت دریافت رحمت‌های الهی را پیدا کنید. روایاتی که در باب دعا کردن و آداب دعا کردن وارد شده، در اونها هم به این نکته توجه شده که وقتی میخواد دعا کنید اول صفات الهی را ذکر بکنید، حمد خدا بگید، توجه کنید که خدای متعال چه نعمت‌هایی به شما داده. دعا را با حمد خدا و توجه به صفات الهی شروع کن. این است که محور دعا کردن همون توجه به این است که خدای متعال هستی بخشه، همه هستی از اوست. دیگه هر قد ما بیشتر بتونیم به عمق این تعبیر پی ببریم که هستی هایی که خدا آفریده چی هست، هرچه معرفت اون به خدای متعال بیشتر بشه،
و به اصطلاح توحید را بهتر درک کنیم، کم کم خواهیم فهمید که کوچکترین چیزی که بهره از هستی داره از خداست. ولو ده ها و صد ها و هزار ها واسطه داشته باشه، اما بخشنده حقیقی اوست. اونها جنبه مجرا دارن، ابزار تحقق هستن. اونی که حقیقتا شیء معدوم را موجود می کند، هر چه باشد فقط خدای متعال است. شاید به همین مناسبت باشه که نزدیکترین اسم به اسم الله و اسم اون چه از قرآن کریم استفاده میشه اسم رحمانه، یعنی بخشنده مطلق، کسی که رحمتش حد و حصری نداره. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنی. درک ابتدایی که مردم دارن که خداست که اونها را آفریده و همه هستی از اوست، اصل بخشش از اوست. این یک اصل مفروضی است که در همه دعاات تقریبا ملحوظ هست. در این دعا هم مسئله بخشیدن و نبخشیدن مورد توجه دقیقی است و بسیاری از مضامینش بر اساس همین مفهوم است که خدا بخشنده مطلقه. حالا چیا را بخشیده تفصیلا سعی به مناسبتی ذکر می‌کنم. این برای اینکه یک تصور کلی از این دعا داشته باشیم که چگونه شروع میشه و چطور اوج میگیره و مقصد اصلی میرسه و نهایتا خاتمه پیدا میکنیم. و از همینجا هم باز اسلوب دعا کردن را یاد بگیریم بیشتر از اون چه تا به حال آموختیم. اینجا مقام مناجات و دعا کردن و درد دل کردن و راز و نیاز گفتن جای اون بحث های تحلیلی نیست. آدم خودش رو در مقابل خدا تصور میکنه، رابطه بین خودش و خدا در نظر میگیره. طبعا این یک صفت اضافی است. خدای من، آفریدگار من، آفریننده هستی، یه مفاهیم اضافی که مربوط به افعال الهی است، افعالی که به چیزی تعلق میگیره و با توجه به اون یه مفهومی ازش انتظار میشه. طبعا ما به دنبال خالقیت خدا بیشتر از چیزی که ذهن ما را به خودش متوجه می کنه رازقیت الهی است. خب وقتی خلقمون کرد ولمون نکرد، داره میخواد زنده بمونید، میخواد بمیرید. خدا وسیله بقای زندگی ما را وسیله روزی دادن فرماید. بعد سایر چیزهایی که ما به احتیاج داشتیم، از همه اینا یه مفهوم عامی به نام ربوبیت انتظار میشه که خدا علاوه بر این که به ما هستی بخشیده، ما هم را تدبیر میکنه، تربیت میکنه، رشد میده، نیازهامون را برطرف میکنه. اون مفهوم عامی که همه اینا را در بر میگیره ربوبیت. یک سوره حمد که ملاحظه میفرمایید الحمد لله، که اشاره از به ذات الهی. بعد از اسم ذات توجه میشه به ربوبیت اللهی که رب العالمین است. یعنی همه نیازهای موجودات را، نیازهای همه مخلوقات را در همه عوالم او برطرف میکنه. او ربوبیت داره نسبت به همه چیز. ما در مورد انسان دو نوع ربوبیت مطرح میشه به خاطر اینکه انسان یه مخلوق ممتازی است و یک ویژگی داره که سایر مخلوقات ندارند. و این است که یک موجود مختاری است که آفریده شده برای اینکه خودش سرنوشت خودش را انتخاب کنه. به او آزادی عمل داده شده، اراده داده شده.
میخواد راه خوب بره، میخواد راه بد، میخواد سعادت رو انتخاب کنه، میخواد شقاوت رو. سایر موجودات اینجور نیستن. ملائکه هم به یک معنا اختیار دارن، یعنی مجبور نیستن، اما اختیار دوسویه که یا راه بد یا راه خوب انتخاب کنن ظاهرا اینجور نیست. خب چنین موجودی وقتی میخواد خدا تدبیرش کنه، یک جهت هم باید این است که زمینه انتخاب براش فراهم کنه، چون فرض اینه که باید سرنوشت خودش را خودش انتخاب کنه، پس باید زمینه انتخاب براش فراهم بشه. زمینه انتخاب دو چیز میخواد، یکی این که زمینه کارهای مختلف براش فراهم بشه، یکی هم آگاهی داشته باشه که هر نوع کاری به چه نتیجه منتهی میشه. خدا انسان آفریده تا با آزادی و آگاهی انتخاب کنه، پس باید هدایت بشه. از اون طرف هم اگر بدون چرا خوبه اما هیچ کاری نمیتونه بکنه، وسیلش برایش فراهم نیست، زمینش فراهم نمیشه، باز هم آزادی در عمل مصداقی پیدا نمیکنه. میدونه چه کار باید کرد ولی نمیتونه بکنه، هیچ کاری نمیتونه. فرضاً این دو چیز که چون انسان یه موجودی است که باید مسیر خودش را خودش تعیین بکنه با انتخاب آگاهانه، لازمش این است که از یک طرف هدایت بشه به خیر و شر و از یک طرف هم زمینه انتخاب براش فراهم میشه. این است که غیر از اون ربوبیت عامی که همه موجودات دارند، یک ربوبیت خاصی هم در مورد انسان مصداق پیدا میکنه. این ربوبیت تشریعی بهش میگن، یعنی خدا غیر از این که خلق میکنه انسان هم را خلق میکنه مثل همه موجودات، اما برای انسان راه خوب و بد را هم بهش نشون میده. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی. وقتی پرسید که خدای شما کیه، گفت خدای ما کسی است که به هر چیزی هستی میبخشد. اعطا کل شیء خلقه، آفرینشش رو بهش میبخشد، هستیش رو بهش میبخشد، این اصل هستی، و بعد غیر از این او را هدایت میکنه که در مسیر حرکتش چگونه رفتار کنه. این هدایت دو قسمه، هدایت تکوینی که هر موجودی داره و هدایت تشریعی که انسان به وسیله عقل و به وسیله وحی بهش دسترسی پیدا میکنه. این دعای شریف از اینجا شروع میکنه که ستایش خدا میکنه. بعضی تصور میکنن که اینکه در روایات سفارش شده وقتی میخواید دعا کنید اول ستایش خدا بکنید، این چیزی شبیه رفتاری است که هر درخواست کننده ای نسبت به بخشنده داره. اینو ادبی است. آدم وقتی میخواد یه چیزی از کسی بگیره اولی احترامی بهش میذاره، ولی حقیقت چیز دیگری است. این ما ایم که باید آمادگی برای درک رحمت الهی پیدا کنیم. این آمادگی برای ما وقتی پیدا میشه که توجه به صفات الهی پیدا کنیم. هرچه خدا رو بهتر بشناسیم لیاقت این پیدا میکنیم که بهتر از رحمتهای خدا استفاده کنیم. حتی اینکه چی بخواهیم از خدا، چی بخواهیم هم بستگی داره به اینکه ما اول خدا رو بشناسیم که چی داره. با توجه به صفات خداست که ما لیاقت پیدا می کنیم، روح ما آماده میشه، دل ما آماده میشه که بیشتر به او توجه کنیم، لیاقت دریافت رحمت‌های بیشتری را پیدا کنیم. این که فرمودند در دعا اول حمد خدا کنید، اوصاف کمالیه خدا را ذکر کنید، خدا را به اونها بستایید، این چیز گیر خدا نمیاد با اینا. این مدح و ستایش ها برای خدا لذت بخش نیست. همه اون چه باز ذکر بکنیم از صفات خدا، چه اونهایی که به عنوان در علوم عقلی به نام صفات ذاتیه شمرده میشه،
چه عنوان فعلی، چه صفات اضافی، همه اینها یه سلسله مفاهیم انتزاعی است. خود همینم که این ما این صفات را انتزاع کنیم، این هم با الهام اوست. اگه در میان همه اینا ما بخوایم یک صفتی را بگیم این ذاتی خداست، بخشندگی. خدای بی بخشندگی نداریم ما. همه این حرفا که انسان در این عالم آفریده بشه و انبیا و اولیا بیان بشر را هدایت کنند، زحمت ها بکشند، سختی ها تحمل کنند، انسان ها امتحانات سخت فردی و اجتماعی بدن، با مشکلات دست و پنجه نرم کنند، همه و همه برای این است که این انسان آمادگی پیدا کنه که لذت بهتری، رحمت بیشتری، سعادت افزونتری را دریابد. اون سعادتی که جز از مسیر اختیار حاصل نمیشه. سعادت های اسمال فرشتگان ما از اول خلقت هم دارن، اما این سعادتی که خدا انسان را برای او آفریده که نی اخ اعلمو ما لا تعلمون، این چیزیست که باید زمینش را خودش فراهم کنی، باید انتخاب کنه تا خدا بهش بدی. زور زورکی نمیشه. یه مروری وقتی به این دعا بکنیم، اول اشاره است به همین وسعت رحمت و عطا و بخشش الهی. در آغاز این که کسی نیازمندی بخواد از توانایی چیزی را دریافت کنه، بیشترین چیزی که احتیاج داره همینه که توجه کند به بخشش او. هرقدر بیشتر به طول این بخشش را وسعت بده، زمینه این که چیزهای بیشتری از او بخواهد درش فراهم میشه. اگر بخشش او را فقط در روزی دادن، در شکم سیر کردن ببینه، چیزی هم که از او میخواد همینه، توجهش فقط به همین بود. اگه فراتر بره نعمتهای دیگر را توجه بکنه، و هرچی میبینه فاقد است یا ممکنه از دستش بره، باز از خدا میخواد. پس سؤال کردن انسان از لحاظ کمیت و کیفیت تابع اینه که آدم توجه به چه صفتی از صفات خدا پیدا کنه. یکی از بالاترین نعمت هایی که خدای متعال به وسیله نعمت ها سلام الله علیه مجمعین به ما دادن اینه که این دعاها را به ما یاد دادن تا یاد بگیریم که موقع درخواست از خدا به چی توجه کنیم، چگونه با خدا حرف بزنیم. یعنی یکی از نعمت هاییست که ازش غفلت داریم، خیال میکنیم یه منتی هم سر خدا داریم که این دعا را میخونیم. باید بگیم شکر اینکه خدا توفیق دعا کردن مهمون داده سر جاش، شکر اینکه خدا امامی فرستاده که چنین دعایی را انشاء کند و اون را به ما برساند تا ما یاد بگیریم که چگونه با خدا صحبت کنیم. خود این چه نعمت عظیمی است. اگه اینا را به ما یاد داده بودن در مقام بندگی خدا، چه بسا رفتارهایی میکردیم و چیزهایی میگفتیم که به هیچ کس سزاوار مقام پرستش خدا نبود. و اینا اقتضای مؤاخذه داشت به جای اقتضای پاداش. اونها به ما یاد دادن چگونه با خدا حرف بزنیم. اول همین توجه به این است که خدایا تو کسی هستی که بخشش تو نامحدودی، شامل همه چیز میشه و این بخشش تو صفات خاصی داری. بخششی است که وقتی می کنی توقع چشم داشت نداری، توقع پاداشی عوضی از کسی نداری. در میان مخلوقین چنین چیزی تصورش خیلی مشکلی. مخلوق محتاج کاری بکنه و توقع اینکه چیزی به جای اون کار گیرش بیاد نداشته باشی. این خدای متعال است که به هر کس، هر چیز، به هر مقدار، به هر صورت عطا کند،
هیچ انتظار پاداشی نداریم از کسی. بخششی است بدون هیچ شش داشت. اقتضای ذاتش. برای اینکه یه مقدار تشبیهش به ذهن ما نزدیکتر بشه، خورشید که نور افشانی میکنه به جهان، این منظومه شمسی همه مرهون نور این خورشید هستن، از هیچ کدوم از اینا چیزی نمیخواد. واسه خورشید یعنی همین، یعنی اونی که نور افشانی میکنه. خدا در مقابل بخششی که میکنه، نور افشانی که میکنه، اون چیزی نمیخواد. اگر به یک معنای تلطیف شده ای ما بتونیم تصور کنیم که یک هدف خدای متعال برای فعلش دارد، اون هدف همینه که دیگران لذت ببرند، به کمال برسند، به فیض برسند. البته خود این معنای مسئله دقیقی است که این یعنی چی، ولی به هر حال این تعبیر شایعی است که در بین متدینین و بندگان شایسته خدا رایجه، که خدا وقتی بخشش میکنه میخواد به دیگران نفع برسونه، خودش نفعی نمیبره. در واقع بیشتر معنای سلبیش در نظر هست، یعنی خودش نفع نمیبرد. به هر حال توجه به اینکه این بخشش های خدا به خاطر عوضی نیست. چشم داشتی از کسی نداره. حتی توقع این که در مقابل این بخشش ها یه الحمدلله بگند، خدا توقع نداره. اگه میگه الحمدلله بگید، باز برای این میگه که تو کامل تر بشی. تو با این الحمدلله گفتنت لیاقت یک نعمت دیگری پیدا کنی. والله خدا چیزی گیرش نمیاد از الحمدلله گفتن ما. توجه به این که بی‌لیاقتی های ما، زشتکاری های ما، گناهکاری های ما هم مانع بخشش خدا نیم. از این بالاتر نه تنها اینا مانع بخششش نمیشه، بلکه سعی میکنه اینا رو اصلاحش کنه. همین عیب هایی هم که ما داریم، زشتی هایی هم که داریم، اینا هم رو اصلاح. اولا زود عجله نمی کنه، زود کیفر بده، حالا که شما این گناه رو کردی پس چوبش هم بخور. نه، مهلت میده. بعد راه توبه را باز کردی، میده اگر این کار رو بکنی گناهان گذشتت هم جبران میشه، عیوبت هم برطرف میشه، لغزشات هم اصلاح میشه. نه تنها اصل بخششش مشروط به این نیست که شما صلاحیت داشته باشی، بلکه کسی هم که صلاحیت نداره سعی میکنه او را به صلاحیت بده، یادش میده چه کار کن که صلاحیت پیدا کنه. و بالاخره بخش یکی از مهمترین بخشش های الهی برای انسان اینه که او را دعوت کرده بیا طرف من. بخششگران عالم سعی میکنند خود از سوال کنندگان اینا فاصله بگیرند، زیاد مزاحمشون نشن، وسایتی قرار میدن یا وقت خاصی برای ارتباط برقرار میکنند. بالاخره داده هاشون که نامحدود نیست، یه مقدار محدودی میتونن بخشش کنن، اینا یه شرایطی براش قرار میدن، اونم یک جوری که زیاد مزاحمشون نشن. اما این به همه میگه، سفارش میکنه از من بخواید بیایید طرف من. چقدر انتظارتون رو میکشم و نمیایید. اینا همه وسعت رحمت الهی را و بخشش های اون را میرسه. بعد می‌فرماد از جمله این بخشش‌های الهی این است که یک وسائل ویژه‌ای برای انسان‌ها قرار داده که به وسیله اونها یک رحمت‌های استثنایی و فوق‌العاده‌ای برسند. یه راهی هست برای همه، همیشه باز است، می‌تونن ازش استفاده کنن.
فرض کنید یاد خدا، نماز، عبادت، چیزهای دیگه که ایام سال همیشه همه جا میشه انجام داد و باید انجام داد. ولی یکی از لطف‌ها و بخشش‌های خاص خدا اینه که در ایام سال اومده یه ماه خاصی را استثناءً ویژگی‌های براش قائل که ده ها و صد ها و هزار برابر بر اوقات دیگه مزیت داری. در بین سال یه ماه را اختصاصا قرار بده برای اینکه یک شبش با هزار ماه برابری می کند، بیش از 80 و چند سال. یک شب 80 سال دیگه لطف دیگه چی کم داره؟ چی میخواد مثلا دیگه از خدا؟ اگه چی کار میکرد خیلی خوب بود. همه اینها رو مقدمتاً به همین ترتیب تقریبا در این دعا بهش اشاره شده. تا اینجا مخاطب خدا بود، خدایا تویی که چنین و چنان کردی، این راه رو برای ما باز کردی، رحمتها رو برای ما فرو فرستادی. تا اینجا از اینجا خود ماه رمضان را مخاطب قرار میده. بعد امام صلوات الله علیه خود ماه رمضان را به عنوان یه دوست مخاطب قرار میده. 20 تا سلام به ماه رمضان میده. چون میدونید در بین عرب ها مرسومه که همونطور که با ملاقات سلام میکنن، موقع جدا شدن و وداع کردن هم سلام میکنن، سلام وداع میگن. که در زیارت ها ما داریم زیارت وداع، السلام علیک سلام مودع لا سائم ولا قال، سلام میکنم سلام کسی که وداع میکنه. بعد از این سلام ها باز برمیگرده خطاب به خدای متعال که این ماه با این رحمت ها به ما اومد، ما را آماده کرد برای درک رحمت های تو، گناهان ما بخشوده بشه، چنین و چنان. حالا رفت، خدایا ما در این ماه کوتاهی هایی کردیم، لغزش هایی کردیم، وظایفمون درست عمل نکردیم. شروع میکنه دعا کردن با توجه به لغزش هایی که کردیم و استغفار از گناهان و درخواست هایی که حالا بعد از استفاده از ماه رمضان و این فرصت فرزین کارای لیاقت بیشتری برای دعا کردن پیدا کردیم. این عبادت ها انسان رو مستعد میکنه برای اینکه رحمت بیشتری دریافت کنه. گفتیم اصل فلسفه تشریع عبادت ها همینه. خب حالا که من حس میکنم این ماه رمضان این فضایل رو برای من آورد، این استعدادها رو برای من فراهم کردم، چیا رو از خدا بخوام؟ یه دعاهایی برای خودش ذکر میکنه که برای من این کارا رو انجام بده، این حاجات من رو برآورده کن، برای پدر و مادرش و بستگانش و همه مؤمنین، و در آخر دعا برای پیغمبر اکرم و اهل بیت به صورت یک صلوات مفصلی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و